سلام، من حسین افشاریم. خیلی خوش اومدید به کانالم و امروز میخوام که در مورد خودم یه ذره صحبت بکنم. گفتم بیام بشینم با دوربین صحبت بکنیم، یه ذره از خودم بگم. دوستانی که تو حالا اومدن توی کانالم و من خب خیلی خوب نمیشناسن، یه ذره از خودم بگم ببینیم که کلا چی کارا کردم. اول از همه این که من 35 سالم، یعنی متولد 1366م، بهمن 1366، و خب 35 سال فکر میکنم بسه به نظر خودم کم سنی نیست و فکر میکنم خیلی کارها انجام دادم تا الان و گفتم بیام یه ذره باهاتون صحبت کنم، بگم که از زمانی که مدرسه رفتم چه مدرکی گرفتم، بعدش چی کار کردم، الان دارم چی کار میکنم، که یه ذره بیشتر با هم دیگه گپ و گفته بکنیم و بشناسید من وقتی که ویدیو میسازم. خب سن و سالی که گفتم، شروع اگه بخوام بکنم، اگه بخوام بگم که از یعنی بخوام دو بخش بکنم، زندگی زمانه درس و مدرسه و دانشگاه یه بخش خیلی بزرگیه که نصف میکنه قشنگ زندگی منو، و از اونجا به بعد هم میشه شروع کردن به کار کردن و زندگی کردن و ازدواج، و تا همین الان هر اتفاقی که واسم افتاده. سربازی هم این وسطه که دقیقا میره به نظرم توی زمان درس خوندن. یه چیزی اول از همه بگم، این که من برام خیلی سخته که جلو دوربین حرف بزنم، یعنی قبل از هر چیزی که بخوام شروع بکنم اینه که یه اتفاقایی توی زمان مدرسه من افتاد، توی دبستانم مجبور شدم که برم توی صف یا یادم نمیاد توی نمازخونه کجا بودش برای یه جماعتی حرف بزنم، و از اون موقع من فهمیدم که اصلا ترس از صحبت کردن دارم، یعنی اینکه میترسم که جلو دوربین، جلو آدم‌ها، جلو یک جماعتی بخوام بشینم صحبت کنم. شروع می‌کنم عرق ریختن، استرسم زیاد میشه، اوورتینگ کم میره بالا و تمام کلمات تو مغزم بو میریزه تو هم دیگه، میپاشه، اصلا نمیتونم تفکیک بدم از هم دیگه. الانم همچون خیلی فرقی با این قضیه نمی‌کنه، همچنان همون شکلی هست. ولی اوکی، ما سعی می‌کنیم که هندلش کنیم. به زمان مدرسه، من از دبستان که همینجوری شروع کردم درس خوندن، دبستانم دولتی نبوده، یعنی غیر انتفاعی بوده، و نمیدونم، یعنی گیجم که آیا من واقعا درسم خوب بوده تو زمانی که مدرسه دولتی نمیرفتم، چون اون موقع معدلا همه 18 و 20 و اینا 20 همه 20 میگرفتن تمام شد میرفتش، و مدرسه نمیدونم استعدادهای درخشان چیه، اونها هم حتی ثبت نام کرده بودم که نرفتم امتحان دادم قبول نشدم فکر کنم، ولی نفهمیدم که درسم خوب بود یا نه. ولی جلوتر که رفتیم اصلا متوجه شدم من اصلا درس خوشم نمیاد، یعنی هیچ علاقه‌ای به درس خوندن نداشتم. تا رسید به سال دوم دبیرستان، سال اول دبیرستان که داشتم اخراج می‌شدم از مدرسه، خاطر اینکه درسم خوب نبود و حوصله انجام تکالیفمو نداشتم، اصلا دوست نداشتم که تکلیفامو انجام بدم، صبح میرفتم مدرسه همه رو انجام میدادم و به معنی واقعی گشادی میکردم، با اینکه مدرسم خونه پشتیمون بوده و من همیشه دیر میرسیدم مدرسه. حالا کاری نداریم که اونا میخواستن بذارن بیرون و ننداختن و من به زور و بدبختی و با تکماده و اینا دبیرستان اول دبیرستانم رفتم سال دوم. دوم دیگه وقتی دیدم این شکلیه، خانواده‌ام دیدم که خیلی درس مرس نمیخونن، یه ذره شل کردن تو زندگیم، گفتن که خیلی کاری نداشتن، من رفتم یه مدرسه کار و دانش فکر میکنم، فنی حرفه‌ای یا کار و دانش درست هم نمیاد، و شروع کردم درس خوندن. تقریبا درس نمیخوندم، میچرخیدم، میگشتم، خوش میگذروندم. از اینجاها تقریبا با یک اکیپی من آشنا شدم که به مدرسه‌مون ربطی نداشت، ولی دوستای هنری داشتم که باهاشون میرفتیم میومدیم، سلایق، علایق، اینجا چیزایی که قبلا صحبت کردم، اینا چیزایی بود که اینجا تو من عوض شد، متوجه شدم یه چیزی برام هنر هستم وجود داره، تا قبلش اصلا بهش دقت نمی‌کردم و اهمیتی نمی‌دادم. خب تون تون میگم بخاطر اینکه دوست ندارم خیلی بخوام اینجاها وایسیم،
فقط میخوام یه اطلاعی بدم که من چی کاره کردم از اول تا الان. دوم دبستان زور و بدبختی و اینا تموم شد، سوم و با هزار مشکل و داستان اینا تمومش کردیم، رفتیم رفتش به دانشگاه. اون موقع من حتی دانشگاه هم دوست نداشتم بدم و دلم میخواست برم سربازی، سربازیم تموم کنم و زودتر برم سر کار زندگیم، ولی خب خانواده دوست داشتن که درس بخونم و از این رو بود که یهو این آدم رفتش تو یک شهرستان دور، در خیلی دورم نیست البته، ولی سرد و خشک و خلوت تقریبا، و شهر تقریبا شهر دانشجویی بود، شهر آشتیان بود، سرد و خشک بود. داستانهایی دارم از آشتیان براتون که باورتون نمیشه، انقدر داستان دارم ازش که نمیتونم الان اینجا براتون تعریف کنم، ولی شاید یک روزی یک جایی مثلا اینجوری بشه که دوباره برگردم همیشه که ویدیو بگیرم از خودم و اون داستانا رو تعریف کنم. خیلی شیطنت کردم اونجا، 6 سال طول کشید من کاردانی رو گرفتم از اون شهر دیگه. شما ببین تو 6 سال چی کار میتونی بکنی. دوستایی دارم که از اون موقع موندن برام و اونا خب خیلی خوب میدونن که چه اتفاقاتی افتاده واسم. 6 سال کم تجربه ای نیستش توی یک شهر دیگه زندگی کردن. من کمتر برمیگشتم تهران، اونجا خونه زندگی داشتم، 6 نفر با هم همخونه بودیم و خیلی 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 تجربه زندگی کردن و آشتیان به من یاد داد. یعنی هر چیزی که من از شناخت آدم ها، از تجربه روابط، هر چیز این شکلی دارم، من مطمئنم که از آشتیان دارم. و اگر از نظر تحصیلی چیزی من اونجا نتونستم یاد بگیرم، ولی راه زندگی کردن اونجا خوب یاد گرفتم، خیلی هم خوب یاد گرفتم. هزار مشکل برام پیش اومد، حل کردم، درست کردم، از هر چیزی دیگه، هر چیزی بگید توش وجود داشت. انقدر اونجا زیاد طول کشید که معمولا پسر رو برای سربازی رفتن دانشگاهشون رو طول میدن، ولی من این شکلی بودم که بس دیگه، تو رو خدا نمیخوام برم درس بخونم، سریعتر تمومش کنید که میخوام برم سربازی. آخراش دیگه به زور و بدبختی تموم کردم و رفتم برگر پر کردم، ماشین داشتم، ماشینم فروختم اون موقع و شروع کردم به این که برگر پر کردم. دیگه برام مهم نبودش که تهران میفتم نمیفتم، کجا قرار بیفتم، فقط دلم میخواست تموم میشه اون دانشگاه. تموم شد و رفتم سربازی. یکی از واقعا دوستای عزیز پسرها، واقعا خیلی دوران جذابی بود سربازی. درسته که 2 سال وقت زندگی آدمو تلف میکنه، ولی واقعا داستان و خاطرات و اتفاقایی که توش افتاد برام خیلی جذاب بود. نمیتونم بگم، میگن که سربازی میری مرد میشی، من خودم حداقل میتونم بگم که من دانشگاه رفتم مرد شدم، نه اینکه سربازی برم مرد شدم. تو هر چیزی که تو اون دانشگاه من یاد گرفتم تو سربازی به دردم خورد. به خاطر همین بود که سربازی برام دیگه واقعا آسون بود، اصلا دیگه اهمیتی نداشتش که چه اتفاقی میفته. با آدم هایی بودن که شبا گریه میکردم اونجا و من اینجور بودم که زر آروم تر میخوام بخوابم، تو رو خدا خستم شب میخوام بگیرم بخوابم. دانشگاه تموم شد، من آخرهای دانشگاه هم از اونجایی که با اون اکیپی که گفتم هنری بودن آشنا شدیم، من یه ذره دنیام عوض شد و به این شکل شد که یه ذره بیشتر وارد هنر شدم. از آخرهای دانشگاه تا مثلا سربازی دیگه من عکاسی میکردم، تو اینستاگرام فعالیت میکردم، تولید محتوا میکردم، یه ذره هنر رو بیشتر درک کرده بودم. مثلا خب با بچه ها که میرفتیم بیرون کافه زیاد میرفتیم، تو خانه هنرمندان میرفتیم میشستیم، بچه ها تار میزدن، اون یه سری کار قدیمی که قدیمی ها زمان بچه های هنر انجام میدادیم که همه هم تقریبا اون موقع انجام میدادن. یا مثلا پوستر گالری های مختلف رو پخش میکردیم، گالری هر جا میذاشتن سری میرفتیم، خیلی خیلی فعالیت این شکلی داشتیم، خودمون کار ارائه میدادیم، خودمون کار میزدیم، خیلی خیلی کار این شکلی انجام دادیم. از همین رو، به خاطر همین داستان سربازی که داشت تموم میشد، من دیدم که خب عکاسی دارم میکنم، فیلم برداری دارم میکنم، تولید محتوا دارم میکنم. یکی از دوستامم بود که مسعود تدوین بلد بود و اونم اینو دوست داشت، اونم سربازی نرفته بود، دوست داشتش که کار هنری بکنه. با هم رفتیم نشستیم تصمیم گرفتیم، گفتم مسعود بیا با هم یه شرکتی راه بندازیم. از اینجا بود که اصلا زندگی ما کلا عوض شد، یعنی یه شکل دیگه شد.
اینجا بود که من تصمیم گرفتم یه شرکتی راه اندازی کنم، توی خونه خودم راه انداختم. خیلی تون تون میگم بخاطر یک خیلی داستان طولانیه، اگه بخوام فصل فصل حرف بزنم و از ریزش بگم خیلی طول میکشه ویدیو قطعا و از حوصله شما هم خارجه. بعدن اگر دوست داشتین بهم تو کامنت ها بگید هر کدوم از این فصل ها رو من میتونم جدا جدا ویدیو بگم براتون ضبط کنم و بهتون بگم که چه اتفاقاتی افتاده. ما تصمیم گرفتیم که یک شرکتی بزنیم با هم دیگه، یعنی یک استودیویی راه بندازیم، استودیوی کلاکت. اون موقع من اینفلوئنسر بودم، خیلی آدم‌ها رو می‌شناختم، تو اینستاگرام زیاد محتوا تولید می‌کردم، خونه داشتم، تو خونه‌ای که داشتم خونه رو عوض کردیم، یک اتاق خوابش رو برداشتم و بقیه خونه رو تبدیل کردیم به دفتر و مسعود. افتتاحیه گرفتیم و شروع کردیم کار کردن. این شرکتی که راه انداختیم اسمش کلاکت. من نمیدونم که چقدر میشناسید کلاکت رو، ولی کلاکت الان یه شرکت تبلیغاتیه که تقریبا 7 8 سال داره کار میکنه و همچنان داره تولید محتوا میکنه. اون موقع فرشید، سامان، ابراهیم و مسعود با هم دیگه کار میکنیم و البته علی و یه چند تا دیگه بچه هم بودن. ما اومدیم اینا با هم دیگه شروع کردیم یک شو اینترنتی راه انداختن به نام کرگدن شو. این شو اینترنتی که ما راه انداختیم، من به جرئت میگم شاید اولین شو و برنامه اینترنتی بود که ما پخش کردیم، چون آرزو داشتیم مثل آدمایی که میرن تو سینما، تو صدا سیما، یه ذره برامون دست نیافتنی بود و به این فکر افتادیم خب چرا از مدیای اینترنت استفاده نکنیم. و شروع کردم من مدیای اینترنت استفاده کردن. اون موقع با آپارات تازه اومده بود، یوتیوب خیلی کار نمیشد تو ایران، که اصلا یوتیوب رو نمیشناختم، ولی آپارات تقریبا داشت جون میگرفت. شروع کردم با آپارات کار کردن، تو آپارات ویدیو پخش کردن، برنامه میساختیم، برنامه جدی، یعنی میرفتیم بیرون با هم دیگه مصاحبه ضبط میکردیم. برنامه‌اش همش تو آپارات هست، اگه بزنید کرگدن شو میاره، یادش بخیر. و این شد که بچه های دیگه هم اینفلوئنسر بودن، بچه های دیگه تو اینستاگرام خیلی محتوا تولید میکردن. فرشید خب معروف‌ترین بود واقعا اون موقع خودش. از این طریق بود که شرکت ها فهمیدن میتونن تو اینترنت تبلیغ بدن و ما کم کم جون گرفتیم. از طریق کرگدن شو نتونستیم درآمد حاصل کنیم، ولی همونجا هم تو خونه من شروع کردم کار کردم. بعد شرکت رو دفتر عوض کردیم، رفتیم یک شرکت دیگه گرفتیم، یه جای بزرگتر اونجا رو ساختیم، همین شکلی بزرگتر بزرگتر شدیم و الان که اینجا نشستم یه شرکت تبلیغاتی داریم که همچنان بچه ها توش هستن. اسمش کلاکته، فول سرویس داره تبلیغات رو پوشش میده. بعد دیگه این وسط ها حالا من ازدواج کردم، بعدم دیگه چیزایی که خودتون میدونید. نمیخوام ویدیو یه ذره طولانی بشه، برای همین خیلی توضیح نمیدم. هر وقت که دوست داشتید، هر موقع، یعنی تو کامنت ها حتما بهم بگید، من میام دوباره میشینم. ولی نمیشه کل داستان زندگی رو از اول تا الان تو مثلا 10 دقیقه 15 دقیقه جمعش کرد، شاید 2 3 ساعت واقعا طول میکشه. ولی اگه شما هر کدوم از بخشاش که من ازتون جذاب بود و بگید، من داستانش رو کامل کامل میتونم بشنم تعریف کنم براتون. یعنی خود کرگدن شو انقدر داستانها داره، خود کلاکت کلی داستان داره. اون زمانی که قبل از اینکه فرشید و سامان و ای بی بیان پیشمون با مسعود ما کار عروسی میکردیم، خودش کلی داستان داره. سربازی داستانهای خیلی طولانی داره خودش. آشتیان که از همه اینا طولانی تر، بخاطر که 6 سال زندگی من تو آشتیان گذشته. و هر موقع که گفتی دراتون تعریف میکنم. مرسی که کانالمو سابسکرایب میکنید، مرسی که حرفامو گوش میدید اگه براتون جذاب. البته برام کامنت بذارید حتما، خوشحال میشم که دوباره بیام بشیم صحبت کنیم. این اولین باری که من نشستم تکی جلو دوربین صحبت کردم. گفتم مشکلات داشتم قبلا، من دوست نداشتم واقعا جلو دوربین حرف بزنم، خیلی سختم بوده، ولی تلاشم میکنم که این اتفاق باعث نشه که جلومو بگیره که من تولید محتوا بکنم، چون من عاشق تولید محتوا کردنم، چه عکاسی چه فیلم برداری چه صدا فرق نمیکنه، من عاشق تولید محتوام.
یعنی هر کاری هم بکنم تولید محتوا از زندگیم خارج نمیشه. دمتون گرم، مرسی، مراقب خودتون باشید.